کتاب تلوس فصل 11، مترجم مریم، کانال سوفیا ساناندا. ما بدن خود را جاودانه کرده ایم. آداما، من از شهر پنج بودی خود در کوه شستا با شما در ارتباط هستم. شورای لموریایی 12 تلوس و من می‌خواهیم از این فرصت برای ارتباط با بسیاری از شما که پیام ما را می‌خوانید سپاسگزاری کنیم. همانطور که قلب خود را به روی شما باز می‌کنیم، از شما می‌خواهیم که قلب خود را نیز به روی ما باز کنید. ما از شما دعوت می‌کنیم تا هر چند وقت یک بار که مایلید به روی ارتباط با ما تمرکز کنید. ما این توانایی را داریم که برای جنبه‌های مختلف زندگی شما که نیاز به تعادل بیشتری دارند شفا بیاوریم. مطمئن باشید که ما همیشه مایل هستیم و قادر و آماده ایم تا از راه‌های مختلف به شما کمک کنیم. شما با باز کردن قلب و ذهن خود به روی ما می توانیم به شما در تغییر سریع زندگی خود کمک کنیم که در غیر این صورت ممکن است بسیار طولانی تر شود. ما می دانیم که همه شما از میانبرها لذت می برید و تعامل آگاهانه با ما به شما کمک می کند تا میانبرهای زیادی را در زندگی خود ایجاد کنید که بارهای شما را کاهش داده و پیشرفت معنوی شما را سریع تر می کند. بسیاری از شما این سوال را مطرح می کنید که آیا ما هنوز مانند شما جسمانی هستیم که بتوانید ما را ببینید و لمس کنید؟ دیگران استدلال می کنند که ما کاملا اسیری هستیم و به این معنی که دیگر بدنهایی نداریم که از نظر بصری و فیزیکی در بعد شما ملموس باشند. برای وضوح این مسئله اجازه دهید توضیح دهم که ما اکنون به موجوداتی تبدیل شده ایم که در فرکانس بعد پنجم ارتعاش می کنند، با اجسامی که به حالت جاودانگی و کمال کامل رسیدند. ما انتخاب کرده ایم که تراکم کافی را در آنها حفظ کنیم تا زمانی که بخواهیم برای دیگران قابل مشاهده و ملموس بمانیم، در حالی که هیچ محدودیتی را تجربه نمی کنیم. طرح اولیه خورشیدی بدن ما همانند شماست. دی ان ای ما نیز همانند دی ان ای شماست. قبل از اینکه به خود اجازه دهید به چگالی بزرگی که برای مدتی طولانی در سطح تجربه می کردید جهش پیدا کنید. دی ان ای ما به تکامل خود ادامه داده است و به بدن فیزیکی ما دیگر انحطاط و پیری را تجربه نمی کند. اگرچه ما به اندازه شما در بدن خود احساس فیزیکی بودن داریم، اما کاهش فرکانس خود به سطح بعد سوم دیگر برای ما راحت نیست. بسیاری از ما این توانایی را داریم که به دلخواه خود به چندین بعد دسترسی داشته باشیم و این به ما انعطاف پذیری، آزادی و لذت زیادی می دهد. بدن ما به سطحی از کمال رسیده است که همه شما به آن امیدوار هستید که به این تکامل برسید. بنابراین ما در فرکانس بسیار بالاتر از شما کار می‌کنیم. بدن فیزیکی ما با کمالی عمل می‌کند که همیشه مورد نظر خالق ما بوده است. اساساً بدن شما و بدن ما پتانسیل یکسانی دارند. آنها با همان نقشه الهی خلق شدند. این یعنی در چند سال کوتاه که آگاهی شما از محدودیت‌ها و قضاوت‌های فرکانس بعد سوم با آگاهی و عشق بیقید و شرط بعد پنجم تغییر می کند، همه یاد خواهید گرفت که فرکانس بدن خود را بالا ببرید، همانطور که ما انجام دادیم. شما به تدریج لذت دیدن، احساس و تجربه بدنهای فیزیکی خود را که درست جلوی چشمان شما تغییر شکل می دهند، در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به تدریج تجربه خواهید کرد. و برای هر فرد منحصر به فرد خواهد بود. شما تمام باورهای محدود کننده قدیمی را که شما را در درد، رنج و کمبود نگه داشته است، رها خواهید کرد. شما شروع به تجربه جوانسازی بدن خود خواهید کرد که مطابق با طرح اولیه کمال خورشیدی شما با بسیاری از ویژگی‌های اضافی عمل می‌کند. برای چندین دوره طلایی، از جمله زمان لموریا،
همه ما در آگاهی بُد پنجم با بدنهایی زندگی می کردیم که می توانستند بین فرکانسهای بُد پنجم و سوم به عقب و جلو حرکت کنند. این سرگرم کننده و هیجان انگیز بود تا اینکه رویدادهای متوالی باعث شد تقریبا کل جمعیت زمین به طور دائم بر آگاهی بُد سوم تمرکز کند. ما دیگر قادر به ارتباط مجدد با واقعیت بُد پنجم خود نبودیم. به زودی همانطور که آگاهی خود را به فرکانس عشق تکامل می دهید و می توانید آن را در آنجا حفظ کنید، بدن فیزیکی شما سطح فعلی چگالی خود را از دست خواهد داد. جادوی سابق که زمانی در زمان لموریا می دانستید برای لذت بردن و اکتشاف شما باز خواهد گشت. بدن شما دوباره مانند بدنهای ما جاودانه و بی حد و مرز خواهد شد. و این بار عزیزان، جادو بسیار بزرگتر به نظر می رسد، زیرا شما زندگی خود را بدون آن برای مدت طولانی تجربه کرده اید. زندگی شما بسیار سخت بوده است. از زمانی که آن هدایا برای شما گم شدند، چیزهای زیادی یاد گرفته اید. از آنجا که شما برای مدت‌های طولانی بسیار رنج کشیده اید و درس‌های روحی بزرگی آموخته اید، دیگر هرگز محبت جاودانگی و کمال الهی را بدیهی نخواهید دید. بدن فیزیکی شما منعکس کننده آگاهی شماست. سوال: اکتشافات بعدی در علوم بهداشتی چه خواهد بود؟ آیا برای هدایت اقدامات بهداشتی ما مداخله می کنید؟ ما در اقدامات بهداشتی عادات غذایی، زندگی پر استرسی که انتخاب کرده اید، بار عاطفی بیش از حد یا روش های درمانی شما مداخله نمی کنیم. شما به اینجا آمده اید تا اراده آزاد را تجربه کنید و ما فقط می توانیم در مورد شیوهی که شما برای زندگی خود انتخاب می کنید پیشنهاداتی را ارائه کنیم. رویکرد ما به سلامت، شفا و پیری بسیار متفاوت از رویکرد شماست. اول از همه، هیچ یک از ما در تلوس هیچ گونه ضعف یا بیماری در بدن فیزیکی خود نمی‌شناسیم. در زندگی خود، ما همیشه اصول الهی را در مورد هر چیزی که فکر می‌کنیم، می‌گوییم و انجام می‌دهیم به کار می‌بریم. در سیستم اعتقادی ما می دانیم که بدن ما به عنوان ماشین های کامل و شگفت انگیز خلق شده است که قرار بوده هزاران سال بدون هیچ نشانه از ضعف، پیری یا مردن کار کنند. این مفهوم برای ما کاملا طبیعی است، زیرا این چیزی است که همه اینجا تجربه می کنند. همه مردم ما می توانند بدن فیزیکی خود را بدون تلاش زیاد جاودانه کنند و این را انجام می دهند. ما به طور کامل جاودانگی را پذیرفته ایم و هیچ یک از مردم ما بیش از 40 سال سن ندارند، اگرچه ممکن است 15,000 سال یا بیشتر سن داشته باشند. برخی از مردم تلوس بیش از 30,000 سال سن دارند، اما به نظر می رسد 35 سال دارند. ما هیچ بیمارستان، آسایشگاه، سالمندان، پرستار، پزشک، دندان پزشک، بیمه درمانی یا هر چیز دیگری نداریم. وقتی غذا می خوریم، فقط خالص‌ترین و پر انرژی ترین غذایی را که می توانیم تولید کنیم، کاملا ارگانیک و کاملا متعادل با مواد معدنی غنی می خوریم که بدن ما را برای همیشه قوی و جوان نگه می دارد. شما 98% غذایی که می خورید با مواد شیمیایی مصنوعی مانند نگهدارنده ها، تقویت کننده های غذایی مصنوعی، علف کش ها، آفت کش ها، فوق پاستوریزه کردن و غیر تغییر یافته و سمی می شود. ما می گوییم که بیشتر غذایی که می خورید ضعیف رشد کرده و فاقد نیروی حیاتی است. زمانی که آن را می خورید فاقد نیروی حیاتی، تغییر یافته و از مواد مغذی طبیعی خود تهی شده است. آنچه می خورید و نحوه خوردن آن برای حفظ بدن فیزیکی سالم و قوی در حالت جاودانگی مناسب نیست. شروع کنید به خواندن مواد روی برچسب تمامی غذاهایی که در دهان خود می‌گذارید و متوجه خواهید شد که چقدر مواد غذایی مصنوعی است. موقع خرید مواد غذایی، هنگام خواندن مواد تشکیل دهنده روی برچسب مواد غذایی، اگر نمی‌توانید به راحتی آن را بخوانید،
بدانید چیست یا بدون تردید آن را تلفظ کنید، آن را نخرید. ما روزانه آنچه را که به بدن خود را با آن تغذیه می کنید نظارت می کنیم و با توجه به روشی که با بدن خود رفتار می کنید از اینکه وضعیت سلامت بدتری ندارید شگفت زده می شویم. ایجاد بدنهای فیزیکی شما بسیار عالی است. ما به شما یادآوری می کنیم که آنها را بدیهی نگیرید. بدن فیزیکی شما ابزار تکامل شما برای تجسم شماست. این معبد مقدس شماست و باید آن را شایسته بیشترین توجه و محبت بدانید. بیماری ها یا مشکلاتی که با بدن فیزیکی خود تجربه می کنید چیزی بیش از بازتاب سبک زندگی و آگاهی شما نیستند. برای ما نحوه غذا خوردن و زندگی شما یک تله مرگ خواهد بود. متاسفانه این همان چیزی است که اکثر شما بدون تردید میپذیرید و در ظاهر عادی میدانید. برای انجام به اصطلاح اکتشافات بهداشتی نیازی به دانشمند یا بخش بهداشت ندارید. شما نیاز به هوشیاری و قدردانی عمیق از بدن فیزیکی خود دارید. جای تعجب نیست که بدن شما کمی پس از 30 سالگی شروع به پیری می کند. جای تعجب نیست که زمانی که به 60 سالگی یا زودتر می رسید بیشتر شما با مشکلات سلامتی متعددی دست و پنجه نرم می کنید و مشتاقانه منتظر زندگی با چک بازنشستگی یا تأمین اجتماعی خود هستید. اکثریت جمعیت سطح زمین بالای 90 سال زندگی نمی کند. ساختار بدن شما در بدو تولد توسط نسل‌های بعدی، عادات غذایی اشتباه، زندگی پر استرس و واکسیناسیون اجباری ضعیف شده است. ساختار بدن شما در بدو تولد توسط نسل‌های این بود، عادات غذایی اشتباه، زندگی پر استرس و واکسیناسیون اجباری ضعیف شده است. بدن شما هرگز آن نوع غذای با کیفیتی را که دریافت نمی کند بدن شما هرگز آن نوع غذای با کیفیتی را دریافت نمی کند که آنها را در هماهنگی حفظ کند. چرا بدن خود را نادیده می گیرید و آن را از آنچه برای شادابی، سلامتی و جوانی نیاز دارد محروم می کنید؟ چرا بدن خود را گرامی نمی دارید و آنچه را که واقعا نیاز دارند به آنها نمی دهید، به جای اینکه به دنبال منبع دیگری باشید تا راه حل‌های چسب زخم یا شفای موقت را به شما ارائه دهد که بسیار موقتی هستند؟ هیچ شفای واقعی خارج از خود وجود ندارد. همه چیز با سطح آگاهی و سیستم اعتقادی شما شروع می شود. بهترین کار این است که در مورد تغذیه و پرورش بدن خود اکتشافات خود را انجام دهید. توجه کنید من از کلمه پرورش استفاده می کنم. بله، بدن شما مخصوصاً در ظاهر بسیار بیشتر از آنچه که در حال حاضر به خود می دهید به مراقبت و محبت نیاز دارد. بازگشت به طبیعت عزیزان، آن شما را شکست نخواهد داد. اضافه بار عاطفی شما نیز عمیقاً بر وضعیت سلامت جسمانی شما تأثیر می‌گذارد. ورزش نکردن، کمبود هوای تازه، میزان مسمومیتی که بسیاری از شما بدنهای خود را در محل کار در معرض آن قرار می‌دهید و سطح استرس شما همگی در تجزیه بدن شما نقش دارند. هزاران نفر از شما در آمریکا و در سرتاسر جهان در ساختمان‌های بدون هوا کار می‌کنید. هوای بازیافتی را در تمام طول روز تنفس می کنید در حالی که بدنهایتان در مقابل کامپیوتر و یا میز با تلفن در دستانتان نشسته است. زمانی که به خانه می آیید آنقدر خسته هستید که نمی توانید ورزش کنید یا یک غذای واقعی برای خود درست کنید و اغلب به شامهای فراوری شده در ماکروویو متکی هستید. علاوه بر این به مایعاتی که در دهان خود می‌ریزید نگاهی بیاندازید. شما تقریباً به طور انحصاری آب‌های حاوی مواد مضر مانند کلور مصنوعی، فلوراید و سایر مواد شیمیایی ضد آلودگی آب را می‌نوشید.
90% 95% آب شما از لوله ها خارج می شود و به طرق مختلف آلوده می شود. بررسی کنید منبع آب شما از کجا می آید و چه کاری با آن انجام می شود تا ظاهراً ایمن و قابل آشامیدن باشد. اگرچه ممکن است این آبها طبق استانداردهای شما ایمن و قابل شرب در نظر گرفته شود، اما دیگر هیچ گونه انرژی شفابخش جوانسازی ندارند. به این فکر کنید که روزانه چقدر قهوه، نوشابه، آبجو و الکل از همه نوع و سایر نوشیدنی‌های مصنوعی در سراسر جهان فروخته و مصرف می‌شود. بدن شما نیاز به پاکسازی منظم دارد. آب خالص، کریستالی و غیر تقلبی چیزی است که شما باید روزانه بنوشید تا بدن خود را در وضعیت سلامتی ثابت نگه دارید. همه بیماری‌ها ناشی از یک چیز هستند، صرف نظر از اینکه مقامات پزشکی شما چه نامی دارند. آنها به دلیل عدم تعادل ژنتیکی، تغذیه‌ای، ذهنی و عاطفی و مسمومیت ایجاد می‌شوند. همه اینها را می توان به راحتی با کمی روشنگری بیشتر و تمایل به احترام به بدن و تجسم خود تغییر داد. برچسب‌هایی که مرکز پزشکی شما به بیماری‌ها می‌دهند نسبی هستند. آنها فقط نشان دهنده این هستند که چگونه این عدم تعادل‌ها شخصاً خود را در بدن شما نشان می‌دهند. بزرگترین کشف سلامتی که پیش‌بینی می‌کنیم در چند سال آینده با آن دست خواهید یافت، آگاهی است که می‌توانید تمام عادات غذایی خود را تغییر دهید، ورزش بیشتری را شروع کنید، بیشتر سرگرم شوید، سطح استرس فیزیکی و عاطفی خود را کاهش دهید و باورهای قدیمی خود را رها کنید، زیرا شما را بسیار بیمار و خسته می‌کند. شما یک روش زندگی جامع‌تر و یک پارچه‌تر را کشف خواهید کرد که برای حفظ سلامت کامل بدن شما در هر زمان و تا زمانی که شما انتخاب می‌کنید بسیار مفیدتر خواهد بود. عزیزان، شفای واقعی فقط از روح و آگاهی حاصل می‌شود. روش‌های بیرونی همیشه ثانویه هستند و مزایای آنها فقط می‌تواند تغییرات داخلی شما را منعکس کند. پاسخ این سوال را با این جمله به پایان می‌برم که بدن فیزیکی شما آینه‌ای از آگاهی شماست. در این تجسم روی زمین شما در خانه‌ای از آینه زندگی می‌کنید. همانطور که احساسات خود را درمان می‌کنید و خود را بدون قید و شرط دوست دارید، راه‌های آگاهی بالاتر را باز می‌کنید و این قوانین را در زندگی روزمره خود به کار می‌گیرید. بدن شما این تغییرات را منعکس می کند و متحول می شود. ضرب المثل قدیمی این است که ای انسان، خودت را شفا بده. در واقع حکمتی است که شما کشف خواهید کرد. حکمتی که در این ضرب المثل هست. چگونه آگاهی خود را بالا ببریم؟ چگونه می توان آگاهی خود را بالا برد؟ عزیزان، این موضوع گسترده است که می تواند یک دایره المعارف را پر کند. پاسخ به این سوال مانند الماسی با چندین هزار وجه هست که هر وجه نشان دهنده مسیری است که در آن شما آگاهی خود را بالاتر و فراتر از درک فعلی خود از زندگی در این سیاره بالا می برید. قبل از اینکه بخواهید هوشیاری خود را بالا ببرید، شاید سوالاتی از خود بپرسید ماننده بالا بردن هوشیاری به چه معناست؟ چرا یک نفر می‌خواهد این کار را انجام دهد؟ وقتی کسی هوشیاری خود را بالا می‌برد چه اتفاقی می‌افتد؟ چگونه بر زندگی کنونی من تأثیر خواهد گذاشت؟ نتایج چنین سفر معنوی که به معنای واقعی کلمه هرگز به پایان نمی‌رسد چه می‌تواند باشد؟ تا ابدیت؟ پذیرش کامل الوهیت به چه معناست؟ وقتی عمیقاً در قلب خود شروع به تفکر در پاسخ به این سوالات می کنید، شما این روند را از قبل شروع کرده اید و خدای شما با تمایل شما وارد عمل خواهد شد و برای شما رهنمودها و راهنمایی هایی برای کمک به شما در این فرایند ارسال خواهد کرد. به یاد داشته باشید عزیزانم، این فرایندی است که طبق مسیر منحصر به فرد خودتان و سطح عمل و شدتی که در روند بهبودی خودتان سرمایه گذاری می کنید آشکار می شود.
هنگامی که درک گسترده تری از سوالات بالا ایجاد کردید، بالا بردن آگاهی شما بسیار آسان‌تر خواهد شد و می توانید یک بازی سرگرم کننده از اکتشافات نامحدود از آن بسازید. یک سفر در کشف خود. اجازه دهید برای هر یک از این سوالات پاسخ مختصری به شما بدهم. من این تکلیف را به شما واگذار می کنم که این مفاهیم را هزاران بار بست دهید، نه فقط در ذهن خود که عمدتاً در قلب خود. قلب شما، قلب مقدس شما عزیزان من، برترین شعور روح شماست. سوال اول، افزایش و گسترش آگاهی به چه معناست؟ این بدان معناست که در همه سطوح و در همه جنبه‌های زندگی خود هوشیارتر شوید. دیگر با خلبان خودکار زندگی نمی کنید و دیگر قدرت خود را در اختیار دیگران قرار نمی دهید. این به معنای گشودن گام به گام به سوی الوهیت خود، به سوی موجود معنوی شگفت‌انگیزی است که در میان تجربه انسانی و انتخابی خود هستید که قبل از تجسم خود برای درس‌هایی که می خواستید در این زندگی کنونی بیاموزید انتخاب کرده بودید. این بدان معناست که دست کم برای مدتی هر روز در مدیتیشن یا تفکر به منظور کاوش خود واقعیتان، دیوانگی را در زندگی خود متوقف کنید. شروع کنید به دیدن همه احتمالات و شگفتی ها و شکوهی که در درون شما و اطرافتان وجود دارد. در طبیعت و هر چیزی که میبینید را احساس کنید و لمس کنید و کاوش کنید. پیچیدگی‌های پادشاهی‌های دیگر روی این زمین را که قبلاً هرگز به آنها توجه نکرده اید را کاوش کنید. آن را در قلب خود کاوش کنید و فرشته طلایی را کشف کنید که خود واقعی شماست. آن جنبه دیگری از هویت ابدی شماست. شروع به کاوش در وسعت و شگفتی‌های عشق و صبوری موجودی کنید که آن را مادر زمین می‌نامید. همانطور که شروع به تکریم خود می کنید، او و بدنش را نیز گرامی بدارید. زیرا او کسی است که می تواند به شما در بالا بردن آگاهی و ارتعاش شما کمک کند. اکنون شگفت انگیزترین سفر خودشناسی را آغاز کنید و ماهیت واقعی خود را به عنوان یک موجود الهی نامحدود که تجربه انسانی موقتی دارد را شناسایی کنید. سوال دوم، چرا میخواهم هوشیاری خود را بالا ببرم؟ تجربه انسان روی زمین در چندین هزار سال گذشته دشوار و پر از چالش بوده است، عمدتاً به دلیل سطح متراکم آگاهی شما. ساکنان سطح، شما به خود اجازه داده اید که به تدریج از اوج شکوه آگاهی بالاتر در سه عصر طلایی اول به شیوه زندگی کنونی خود فرود بیایید که این وجود الهی شما را به تصویر نمی کشد. برای اکثریت شما، روش زندگی شما برای روح شما طبیعی نیست. به طور کلی، انسان ارتباط خود را با ماهیت الهی خود از دست داده و فراموش کرده است. شما هنوز خدایی را خارج از خودتان می پرستید. همانطور که آگاهی خود را دوباره به سطح خدایی خود ارتقا می دهید، ولی الوهیت خود را در کمال آن در آغوش می گیرید، تمام موهبت‌های حق اولیه الهی شما بازیابی می شود. شما دوباره قادر خواهید بود به سهولت جادو و فیض الهی نامحدودی را که واقعاً هستید در زندگی روزمره نشان دهید. شما خود را برای همیشه بالاتر از درد و رنج و محدودیت‌های کنونی که با آن زندگی کرده اید خواهید برد. وقتی کسی هوشیاری خود را بالا می‌برد چه اتفاقی می‌افتد؟ این سوال سومه. این برای شما مفید خواهد بود که از اینکه در وضعیت فعلی هوشیاری خود چقدر محدود هستید آگاه شوید. در مرحله بعد زمانی را صرف تفکر در معنای واقعی آزادی و اینکه آن برای شخص شما چه معنایی دارد بگذرانید. تصمیم بگیرید که در زندگی خود چه می‌بینید،
چه می خواهید و چگونه می خواهید آن را ببینید؟ رویاهای شما چیست؟ دوست دارید در تجسم کنونی خود به چه چیزی متجلی یا تبدیل شوید؟ اهدافی را که می خواهید نشان دهید چیست؟ آیا متوجه می شوید که وقتی آگاهی خود را بالاتر از ادراکات محدود خود قرار می دهید می توانید همه اینها را داشته باشید؟ این گونه است که ما چنین بهشت و زندگی کاملی را در تلوس ایجاد کرده ایم. ما قلب و ذهن خود را برای درک و دریافت کمال بی حد و مرزی که روش زندگی در این سیاره بود را باز کردیم. برای سه دوره طلایی طولانی در این سیاره میلیون ها سال پیش قبل از سقوط هوشیاری وضعیت ما همین طور بود. سقوط بشر به این نیست که هوا یک سیب خورد، همانطور که برخی از شما هنوز معتقدید. این یک مثال یا یک استعاره است و خیلی هم خوب نیست. سقوط درباره سازش بین سطح بالای آگاهی آن روزها و میل به تجربه قطبیت یا همان دوگانگی بود. بنابراین شما شروع به ایجاد تجربیات شک و ترس کردید که منجر به درک جدایی از کمال موجود شد. شما آگاهانه دانش آگاهی بالاتر را رها کردید و به تدریج نزول خود را در شکاف دوگانگی که اکنون تجربه می کنید آغاز کردید. دانش قبلی شما برای صدها هزار سال و برای برخی حتی بیشتر به دلیل آگاهی بیرونی شما از بین رفته است. عزیزان، این بدان معناست که شما هنوز این دانش را در فرو رفتگی های عمیق روح و ضمیر ناخودآگاه خود دارید و می توانید آن را در آگاهی کنونی خود زنده کنید. با رها کردن باورهای نادرست و تحریف شده ای که شما را برای مدت طولانی محدود کرده است، می توانید وضعیت قلبی خود را به خاطر بیاورید و آن را در زندگی فیزیکی فعلی خود نشان دهید. سوال بعدی: ولی این چه تأثیری بر زندگی کنونی من خواهد داشت؟ همانطور که شروع به بالا بردن آگاهی خود می کنید، خواسته ها، علایق و اولویت های شما تغییر می کند. شما شروع به درک این نکته خواهید کرد که علی رغم همه ظواهر بیرونی فقط شما خالق و مرجع اصلی زندگی خود هستید. شما به تدریج مسئولیت زندگیتان را به عهده خواهید گرفت، مانند یک استاد، به جای اینکه به طور تصادفی تحت تأثیر تجربیات بیرونیتان قرار بگیرید. شما از آگاهی جدید خود و دانشی که با گسترش آگاهی خود به دست می آورید و برای ایجاد واقعیت جدیدی برای خود، همان چیزی را که همیشه می خواستید بدون محدودیت استفاده خواهید کرد. شما یک زندگی پر از زیبایی با شادمانی بیشتر، آسانی، جریان عشق و شادی بیشتر از آنچه که تا به حال فکرش را نمی کردید خلق خواهید کرد. این چنین است که افزایش آگاهی شما بر زندگی فعلی شما تأثیر می گذارد. به تدریج همانطور که قلب خود را بیشتر به روی امکان این واقعیت جدید باز می کنید، همانطور که بدن عاطفی و ذهنی خود را از سیستم های اعتقادی قدیمی پاکسازی می کنید که دیگر در خدمت شما نیستند و شما را در محدودیت های فعلی برای تمام خواسته هایتان نگه می دارند. رویاها در واقعیت شما ظاهر می شوند. شما آزاد خواهید بود که آنگونه زندگی کنید که همیشه می خواستید، صرف نظر از این که می خواهید چه چیزی را ایجاد کنید. سوال بعد: افزایش آگاهی من چه نتایجی می تواند داشته باشد؟ نتایج بی نهایت و نامحدود. در تکامل کیهانی خود به بالا بردن آگاهی خود برای همیشه و تا ابد ادامه خواهید داد. شما هویت واقعی خود را به عنوان موجودی جاودانه، یک فرزند عشق که توسط عشق خلق شده است خواهید شناخت.
خواهید دانست که از عشق آمده اید و به عشقی بزرگتر و والاتر خواهید رسید. تو فرزند خدای دانا و جلیل هستی و با همان صفات آفریده شده ای. اگر بخواهی این را بپذیری و نه چیزی کمتر از این، و حافظه از دست رفته خود را بازیابی خواهی کرد. حتی اگر در طول مسیر صخره‌هایی برای برداشتن و خارهایی وجود داشته باشد، اگر دوست داشته باشید به نرمی بازگردد. صعودهای شیبدار برای تسلط بران در ابتدای سفر را تجربه خواهید کرد. آیا نمی خواهید محدودیت‌های خود را رها کنید و شگفتی‌های موجود را که در سیاره شماست کشف کنید؟ این جستجوی حقیقت می تواند به زندگی شما لذتی سرشار، آسانی، تحقق فراتر از شگفت انگیزترین رویاها و تصورات شما منجر شود. از خود بپرسید، آیا شما یک تمدن منزوی هستید که در یک سیاره زندگی می کنید، یا همه ما خواهر و برادر هستیم که از عشق یک خالق متولد شده ایم؟ آیا شما تنها هستید یا بخشی از یک آفرینش وسیع و بی نهایت با تنوع بی حد و مرز هستید؟ همانطور که از جعبه کوچکی که در آن زندگی می کردید بیرون می آیید، دنیای واقعی را کشف خواهید کرد. متوجه خواهید شد که جعبه کوچک شما یک توهم بوده است و شما جدا یا تنها نیستید. تو بخشی از تمامی آنچه که هست، عشق بی پایان هستی. سوال بعد، سوار شدن بر موج معراج یعنی چی؟ شما مقدر شده اید که آگاهی خود را از شکوه به شکوه‌های بزرگتر و بزرگتر تا ابد ارتقا دهید. اکثر مردم روی سطح رویای رفتن به بهشت را هنگام مرگ در سر می پرورانند. اکنون با چرخه جدیدی که در این سیاره در حال گسترش است، دیگر لازم نیست برای رفتن به بهشت بمیرید. بهشت به زودی در اینجا، بر روی زمین، برای همه کسایی که سوار شدن بر موج معراج را انتخاب می کنند، آشکار خواهد شد. آیا عالی ترین سفر خود را اکنون آغاز نمی کنید؟ یا انتخاب می کنید که مبارزه با آگاهی انسانی را حفظ کنید؟ هنگامی که این سوالات را عمیقاً بررسی کردید، سفر مقدس خود را شروع یا ادامه دهید. قلب و آگاهی خود را به پادشاهی‌های دیگر زمین باز کنید و متوجه خواهید شد که آنها چقدر جادویی و هماهنگ هستند. به دنبال درک این باشید که حیوانات واقعاً چه کسانی هستند، نقش آنها در این سیاره چیست و چگونه می‌توانند به شما کمک کنند. جدای از دستبندی آنها بر اساس گونه، ظاهر، اندازه و نژاد، انسان‌های روی این سیاره خیلی کم از حیوانات می‌دانند یا درک می‌کنند. قلب و ادراک خود را به آنچه در بالا، پایین و اطراف شماست در جهان مرئی و نامرئی که قبلاً مشاهده نکرده اید را باز کنید. با انجام این کار، شروع به پاس کردن خود در برابر عشق بی‌قید و شرط و شگفتی‌های بسیار خواهید کرد. و شما هوشیاری خود را بر روی امواج انرژی‌های معراج که اکنون در این سیاره سیال هستند بالا می‌برید. صعود شما به آزادی، تاج فارغ التحصیلی شما از هزاران عمری که در این سیاره گذرانده اید و در حال تلاش و تکامل است، اکنون نزدیک است. هرگز پیش از این در تاریخ زمین عروج به آسانی اکنون نبوده است که از طریق چرخه عروج مادر زمینی به شما ارائه شده باشد. آیا با او سوار بر موج عروج نخواهی شد؟ عروج شما به آزادی معنوی شما از ابتدا هدف تمامی تجسمات شما بوده است. این هدف تمامی عمرها، درسها،
و خردهایی است که شما در طول زمان روی زمین به دست آورده اید. امکان عروج به آزادی و فیض الهی در چند سال کوتاه به دست می آید. آیا اکنون از این فرصت استفاده خواهید کرد؟ یا 25,000 سال دیگر منتظر عروج بعدی در سیاره دیگری خواهید بود و همان مشکلاتی را که برای مدت طولانی در معرض آن بوده اید را تجربه خواهید کرد؟ انتخاب با شماست عزیزانم. با عشق و شفقت این زنگ هشدار را برای شما می فرستم. پایان فصل 11.